همیهنانی که گرامی، از آنجایی که این نخستین برنامه من در سال نو هست، نوروز رو به شما فرخنده باش میگویم، شاد باش میگویم. امیدوارم که در این سال نو که آغازی بسیار بسیار بد دارد برای ما مردم ایران و جهان، در این بیماری هولناک ویروسی که جهان رو فرا گرفته و در کشور ما به شکرانه این رفتار براستی ناتوان حکومتی خرافاتی، حکومتی فقاهتی بیداد میکنه و کشتار میکنه در میان مردم ما، با این همه امیدوارم که این سال به سوی خوشی پیش برود، به سوی شادکامی پیش برود. شاید با اینکه ما در آغاز این سال با این درد و رنج کار رو آغاز کرده ایم و خود من هم در این چند هفته گذشته خانه نشین بودم و از خانه بیرون نمی روم و سفری نمی کنم و جایی نمی روم، و شما هم امیدوارم که بتوانید چنین بکنید، با همه این اندوه و غمی که در آغاز این سال زندگی ما رو فرا گرفته، امیدوار هستم که در پیامد اون سال بهتری رو در پیش داشته باشیم. خب در مثل فارسی است، میگویند سالی که نکوست از بهارش پیداست، اما در همون زمان هم ما ایرانی ها میگوییم که جوجه رو در پایان پاییز باید شمرد. من امیدوارم که این بیماری هولناک جهانی زود گذر باشد و مانند طاعون سیاهی که دنیا رو فرا گرفت 3 یا 4 سال در جهان کشتار نکند. اون طاعون هم در ایران و هم در اروپا نزدیک به 30% مردم رو کشت. در میانه سده 14 میلادی مغول‌ها این رو ارمغان آوردند به فلات ایران و از فلات ایران بردند به شبه جزیره کریمه و از اونجا همراه با کشتی‌های بازرگانی اون رو ارمغان کردند به اروپاییان. و در اون دوران همین سرزمینی که امروز در اروپا کانون این بیماری هست، ایتالیا، اون زمان روم خوانده می‌شد، کانون این بیماری شد و شمار بسیاری از مردم کشته شدند. 30% مردم اروپا. من به این آمارهایی که حکومت در ایران بیرون میدهد باور ندارم و گمان میکنم که شاید بیشتر از این از مردم در ایران کشته شده باشد. نمیخواهم سال نو رو با این نگاه بد آغاز کنم، ولی به راستی اندوهگین هستم برای سرنوشت هم میهنانم، برای سرنوشت همه مردم جهان که با این گرفتاری روبرو هستند و بسیار دردناک است، بسیار بسیار دردناک است. دشمنی ناشناخته که می توان آن را به زانو درآورد اگر توانایی های در میان دولتیان، در میان کسانی که کشورها را اداره می کنند وجود داشته باشه. خب با این پیش درآمد به آنچه که در برنامه امروز برگی از تاریخ خواهم با شما به عنوان نخستین برنامه برگی از تاریخ سال نو خورشیدی در میان بگذارم. از یکی از دوستان ایران یک ویدیو دریافت کردم. در آغاز فکر می‌کردم که شاید ساختگی باشد، تا اینکه دیگران هم برای من فرستادن و من از یکی از همکاران فنی خود که آشنایی با این مسائل دارند خواستم که نگاه کنند که آیا این ویدیو ساختگی بوده یا نه، و دریافتم که بله، آخوندی سرشناس این سخنان رو به زبان آورده و شما شاید این رو دیده باشید، و بران شدم که در برنامه امروز به این پرت و پلاهای بیمارگونه این مرد پاسخ بدهم. نه از این رو که این آدم رو میخواهم بزرگ کنم، از این رو که این نوع اندیشه ها در این سپهر اندیشه‌ای، سپهر فکری کشور ما سالهاست که روان است. زندیات احمد کسروی
که چند هفته پیش سالگرد کشته شدن او بود، جان خود را در مبارزه با این نوع اندیشه ها از دست داد. مردم می توانند دین باور باشند. هیچ گرفتاری در این زمینه نیست. بیشتر مردم جهان دین باور هستند. یا به یکی از این سه آیین تک خدایی جهان باور دارند، اسلام، مسیحیت و یا ترسایی و آیین یهود، و یا به آیین‌های دیگری پایبند هستند که شاید تک خدایی نباشد، اما به روی هم باید بیشتر مردم این دنیا به گونه دین باور هستند، حتی اگر هم این دین خدای ویژه‌ای در درون در کانون خودش نداشته باشد. حتی در کشورهایی که بیشتر کمونیستی و خدا نشناس بودند یا امروز هم هستند، مانند چین، بیشتر مردم باورهای دینی ویژه‌ای رو دارند. من گرفتاری با باورهای دینی مردم ندارم. من گرفتاری در این دارم که این باورهای دینی به کانون فرمان روایی و اندیشه مردمان راه پیدا بکند و در برابر دانش بیستد، در برابر توانایی ها بیستد، درباره کشورداری بیستد، در برابر اداره سرزمین بیستد و بخواهد که آنچه رو که در دنیای امروز به عنوان دانش پذیرفته شده اینها رو کنار بنهند و به این خرافات بوش فرا بدهند. نوروز یک پدیده بسیار کهن تاریخی است. نوروز نه این است که چون ما ایرانی هستیم این نوروز رو بزرگ می‌داریم. شما اگر نگاه کنید، پژوهش کنید، بروید در میان اویغورها، مردمان چینی یا مردمان مغول تبار یا مردمانی که از اون پیشینه ترکیک بیرون می آیند و زبان اویغوری زبان فرهنگی مغولها بوده و اینک ترکستان شرقی خوانده می شود، یک زمانی در ادب فارسی ختن خوانده می شد، پایتخت اونها ختن خوانده می شد، اینها نوروز رو به عنوان نوروز جشن می گیرند. یعنی تا این اندازه این نوروز گسترش داشته. نوروز هم نه از این رو جایگاه برجسته‌ای دارد که در فرهنگ ماست. روز بسیار برجسته تاریخی است. از این رو که در این روز است که زمینی ها، کسانی که در کره زمین از نگاه اونها حرکت کره زمین به گونه‌ای پیش می رود که از زاویه ای از کانون خورشید گذر می کند و این در واقع آغاز چرخش یک ساله کره زمین، پایان یک دوره و آغاز یک دوره دیگر در ارزیابی های دانشی جهان است. یعنی یک دوره تا یک دوره گردش زمین به دور خورشید پایان می یابد و یک دوره تازه آغاز می شود و این که در زبانهای اروپایی به اون اکوناکس میگویند یا اعتدال در فرهنگ کهن ما، یک رویداد تاریخی است. این رو ایرانی ها توانستند به عنوان یک روز بزرگ آغاز بهار جشن بگیرند و این توانایی کسانی که توانستند تقویم جلالی رو درست کنند به بیشه خیام براستیش شگفت‌آور هست. و از این روز که این روز در تاریخ ما تنها یک روز ویژه ما ایرانیان نیست، روزی جهانی. یعنی در این روز با یک دقت ویژه دانشی علمی جهان از یک سال گذشته به یک سال نو وارد می شود. خب بسیاری از بزرگان آیین اسلام هم این روز رو در فرهنگ ما پذیرفتند، ولی در این دوران خرافات به جان این آیین افتادند. این ویدیو که به من رسید بران شدم که در برنامه امروز به پاره از پرت و پلاها، یاوه های این آدم که بیان یک
اندیشه چیره بر کشور ماست پاسخ بدم. از دوست گرامی جناب بهروز کارگردان برنامه خواهش میکنم که بخشی از این ویدیو رو پخش کنند و شما ببینید و من پس از اون با شما گفتگو خواهم کرد. امروز یک بدعت است و امروزه نه تنها به عنوان عید بلکه به عنوان یک عیدی که مورد امضای اسلام است. امروز مطلبه قطعاً این مسئله خلاف است و نوروز عید زرتشتی هاست و اسلام به طور جد با این مسئله مخالفت کرده. دین ما عید قدیر را عید می داند، عید فطر و عید قربان را عید می داند، عید مبعث را عید می داند، عیدی که جنبه عقلانی داشته باشه. علف از توی زمین در میاد برای من که عید نیست، برای اون گاو و خر عید است که باید بهتر بچره و بهتر از این زمین استفاده بکنه. بنده که علف خار نیستم که بخوام خوشحال بشم اینها. و همینطور افرادی که در امکنه مختلف زندگی میکنند، اول نوروز که برای اونها عید نیست، بعضی از اینا تا 2 ماه بعد از نوروز در یخ و برف و سرما هستند، بعضی از اینها تا چند ماه بعد از نوروز در سرما به سر میبرند، بعد از اینها 2 ماه قبل از نوروز وضعیت اونها و حال و هوای اونها تغییر پیدا میکنه. براستی شگفت‌آور هست، دردناک است گوش کردن به این یاوه ها. نخست اینکه آخوند محترم، ای کاش علفخوار بودید. اینکه میگویید من علفخوار نیستم، حیوان علفخوار 100 بار بر کسانی که فتوا به کشتن مخالفان خودشون میدهند شرف دارد. ای کاش شما علفخوار بودید، ای کاش به جای انسانخواری علفخواری میکردید. اما به گوهر این اندیشه بپردازیم. میگوید که این دین مورد امضای اسلام نیست. اسلام 1400 سال پیش آغاز شده. تمدن بشری هزاران هزار سال پیشینه کهن‌تری از اسلام داره. بنا نیست تاریخ بشر رو اسلام امضا کنه، و اونم اسلامی که شمای آخوند در واقع اون رو برداشت میکنید. چرا باید تمدن انسان، تاریخ بشر بر پایه امضای اسلام باشه؟ مگر این همه هنر که در جهان هست امضای اسلام پای اونهاست؟ مگر پنیسیلین رو امضای اسلام تولید کرده؟ مگر از بین بردن آبله و بیماری های گوناگون رو اسلام امضا کرده؟ امروز که این بیماری ویروس کرونا در جهان بیداد میکنه، امضای اسلام شما به کجای درد انسان ها میخوره؟ این امضا رو میخواهید باش چه کار بکنید که امضا کنید که این بیماری با اسلام همسو هست یا نیست، یا فلان پنیسیلینی یا فلان دارویی که پیدا کنند برای از بین بردن این بیماری، حالا پنیسیلین رو اشتباه گفتم، ولی بیماری بر دارویی که پیدا کنند برای از بین بردن این بیماری هولناک از جمله در کشورهای اسلامی، بناز امضای اسلام زیر اون باشه. امضای اسلام یعنی چی؟ مگر نوروز کهن چندین هزار ساله به امضای آخوندی مانند شما نیاز داره که میگویید این امضای اسلام زیرش نیست؟ اما دردناکترین بخش این سخنان و این پوزش میخواهم بیاوه ها در این است که ایشان میگویند که این دین، این نوروز عقلانی نیست. نوروزی که بر پایه دانش، دقیق ترین ثانیه گذار از یک زمان به زمان دیگر و از یک سال به سال دیگر رو بررسی می کند و می گوید که این سال به پایان رسید، این زمستان به پایان رسید
و در نیم کره شمالی بهار آغاز شد، یا در نیم کره جنوبی درست در برابر اون تابستان به پایان رسید و پاییز آغاز شد، با دقت چند هزارم ثانیه این رو می توانند بررسی کنند، این عقلانی نیست. اما چهار عید دیگر اینها عقلانی است. این عیدها چیست که این جناب آخوند درباره اون سخن می گویند؟ عید قدیر خم، عید قدیر، عیدی است که در اون بر پایه روایات تاریخی ناروشن و روایات تاریخی که 170 سال پس از این رویداد نوشته شده، گویا پیامبر اسلام محمد علی ابن ابی طالب رو به عنوان جانشین خود برگزیده. ایشان میگویند که عید مسلمانان عید قدیر است. این چگونه عیدی است که 90% مسلمانان جهان که اهل سنت هستند به اون باور ندارند؟ عید قدیر عید گروهی از شیعیان مسلمان است. از شمار میلیون ها نزدیک بیش از 1 میلیارد مسلمان در جهان، 90% مسلمانان جهان که اهل سنت هستند بهایی به این عید قدیر نمیدهند، باور ندارند. برخی از روحانیان شیعی هم بسیاری از این داوری ها درباره به اصطلاح عید قدیر رو نپذیرفتن. داستان سرایی است. ما از کجا می دانیم چه کسانی در اون زمان بودند و این رو گزارش دادند؟ هیچ کس از میان کسانی که در اون زمان زنده بوده به جای نمانده که گزارش تاریخی بدهد. نخستین کتاب در این باره نزدیک به 170 سال پس از اون نوشته شده. 170 سال پس از این رویداد بدون هیچ گونه مدرک، و بسیاری از اینها رو ساختند و گزارش دادند و بیشتر مسلمانان جهان به اون باور ندارند. فقیهان اهل سنت این گزارش ها و روایات رو بیپایه می دانند. این عیدی است که می خواهد ایشان به جای نوروز بنشاند. عید دوم چیست؟ عید مبعث. روزی است که 13 سال پس از هجرت، میبخشید 13 سال پیش از هجرت، در غاری، در کوهی در عربستان، جبرئیل به زمین آمده و به پیامبر اسلام، در اون هنگام هنوز پیامبر نبوده، محمد ابن عبدالله، گفته تو پیامبر هستی. داستان میان پیامبر است و جبرئیل. یکی از این دو تن انسانی است زمینی، دیگری یک فرشته است که ما هیچ گواهی درباره اینکه او بوده باشد و هست و اینها نداریم. شنیدیم میگویند که وجود دارد این آدم، این فرشته، این جبرئیل به زمین آمده و پیامبر رو در غاری دیدار کرده و پیام خداوند رو به اون رسانده و او پیامبر شده. این گزارش رو هم خود پیامبر اسلام به دیگران داده. کسی در اونجا نبوده. او گفته که من این وحی رو دریافت کردم، این گزارش رو دریافت کردم که من پیامبر خداوند هستم. حالا بپذیریم چنین چیزی بوده. درباره همین روز هم میان مسلمانان اختلاف نظر هست. درباره همین روز شیعیان میگویند که این رویداد در 27 رجب سال 40 آمالفیل بوده. بسیاری از اهل سنت این روز رو در 21 رمضان میدانند و جشن هم نمیگیرند. این چگونه عیدی است که برتر از نوروزی است که پایه در دانش دارد، که در دنیای اسلامی درباره رویداد و اون تفاهم نیست؟ عید قدیر رو که گفتم 90% مسلمانان جهان به اون باور ندارند.
مبعث هم اگر بوده باشد، اگر گزینش پیامبر هم بوده باشد، میپذیریم چنین چیزی بوده. درباره این رویداد و روزی که این رویداد انجام شده، رویداده، میان اهل سنت و شیعان اختلاف نظر هست. شیعان مبعث رو در یک روز میدانند و اون رو جشن میگیرند. اهل سنت بر این باورند، بیشتر فقیهان اهل سنت بر این باورند که این روز در میانه ماه رمضان بوده و جشن هم نمیگیرند. مبعث در دنیای اهل سنت روز بزرگ عید به شمار نمی آید. بنابراین جناب آخوند که به رخ مردم ایران می کشید که نوروز رو کنار بگذارید، روز علفخواری است و عید ما رو، عید قدیر و مبعث و دیگران رو جشن بگیرید، اینها جنبه عقلانی دارد. من به شما میگویم یکایک که اینها جنبه عقلانی ندارد. به عید قدیر پرداختم، مبعث رو هم به اون اشاره کردم، اینک به دو عید دیگر میپردازم. دو عید دیگری که این آخوند و دیگر آخوندها به اون میپردازند و به آن میپردازند و به اون بها میدهند. بگذارید که اندکی بروم به گذشته، به عید مبعث. خیلی جالب این داستان مبعث. امروز روز معینی رو در میان شیعان به عنوان مبعث پذیرفتند. کهن‌ترین کتابی که در میان مسلمانان به عنوان یکی از کتاب‌های فقهی برجسته در گزارش اندیشه‌های فقهی، یکی از کهن‌ترین کتاب‌ها نوشته شده، کتابی است به نام عیون الاخبار شیخ صدوق. این شیخ صدوق زاده شهر ری و در گذشته در شهر ری بوده، همون است که امروز به او، به آرامگاه او میگن آرامگاه ابن بابوی، که درست اون ابن بابوی هستش از نظر فارسی، ولی این ابن بابویه یا ابن بابوی که گفتم درست اون ابن بابوی است، ولی ابن بابوی همین شیخ صدوق است که آرامگاهش در شهر ری است. داستان‌هایی هم درباره این که هنگامی که آرامگاه او رو دریافتند، در دست است که کسانی، این در دوره رضا شاه است که گفتن رفته بودند و کندند و وقتی این جنازه رو پیدا کردن هنوز چهره وشاشی بود. حالا اینا داستان هاییست که درست میکنن، ولی شیخ صدوق در این کتاب از قول امام رضا نقل کرده، از زبان امام رضا نقل کرده که او گفته مبعث در ماه رمضان است. تا زمان صفوی، تا دوران مجلسی، بیشتر شیعیان هم این سخن شیخ صدوق رو باور داشتن. تا رفته رفته کسانی آمدن و گفتن او یا امام رضا تقیه می کرده و این رو از این رو گفته که بزرگان اهل سنت روز مبعث، روز پیامبر شدن رو در روز 21 رمضان می دانستن. امام هشتم شیعیان هم که ولی عهد مأمون بوده، او هم گفته که این روز در 21 رمضان هست. آمدن بعدها گفتن که او تقیه کرده، این رو گفته که تا او رو از میان نبرند. ولی ماه روز مبعث از نظر شیعیان روز دیگری است، 27 رجب است. خب ببینید، در مورد این عید بزرگی هم که جناب آخوند شما از اون یاد میکنید، نه تنها میان اهل سنت و شیعه اختلاف است، میان خود شیعیان هم اختلاف است.
این عید عقلانی شماست در برابر نوروز. این است که درباره تاریخ اون امام هشتم شیعیان در کتابی که در دست ماست از شیخ صدوق گفته که این سخن اهل سنت درسته در ماه رمضان است، ولی امروز در ماه دیگری این رو بله این گرفتاری های فنی اینترنتی این روزها هم میهنان گرامی به دلیل این است که بیشتر کسانی که کار میکنند امروز از خانه این کارها را انجام میدند و از این روز گاه یک گرفتاری های کوچک اینترنتی پدیدار میشود و امیدوارم که بپذیرید. خب به دو مورد این ایدی که این آخوند محترم بی دانش که اخل علفخواری هم نیستند از اون یاد کردند، من به اونها پرداختم. عید قربان، عید اضحی، عید گوسفند کشان. میگوید که این عید عقلانی است. به من بگویید شما آخوند محترم و دیگر بزرگان دین یا آیین شیعه و دین اسلام، کجای کشتن میلیون ها گوسفند در یک روز جنبه عقلانی دارد؟ به من بگویید که در این بیابان عربستان در اون سالهایی که هیچ یخچالی نبوده کشتار این همه حیوان چه آسودگی و چه بهره‌ای به دیگران میرسانده. گفتن که این گوسفند رو باید کشت که گوشت اون رو به آدم‌های ندار داد. در این میانه بیابانی در عربستان که مردم به حج می رفتند کشتن این گوسفندان و پیش از اون شتر و دیگر حیوانهایی که پیش از اسلام اونها رو می کشتند چگونه یاری به زندگی دیگران می رسانده؟ گوشتی که در اون هوای گرم پس از چند ساعت آلوده می شده و خوردنی نبوده چه پیوندی با عقلانیت با خرد داشته؟ می دانیم نداشته، برای اینکه در فرهنگ اسلامی هم دوره پیش از اسلام رو دوران جاهلیت می خوانند. بگذاریم که بسیار بسیار نادرست است این ارزیابی، زیرا در دوران پیش از اسلام هم دانش‌های زیادی در میان مردم عرب وجود داشته. ولی میگویند دوران جاهلیت، من به این نمیخوام بپردازم که این واژه جاهل در زبان عربی در برابر علم نیست، بار دیگری دارد، به این نمیخوام بپردازم، اما بپذیریم که این کشتن حیوانات در پس از گشتن پیرامون سنگی به نام خانه کعبه یا ساختمان سنگی به نام خانه کعبه این رسمی بوده که در دوران پیش از اسلام وجود می داشته. چگونه است که این سنتی که شما آخوند مسلمان از دوران پیش از اسلام گرفته اید عقلانیت بیشتری از نوروزی دارد که مردم شادمانان کنار هم می نشینند و به یکدیگر شاد باش می گویند و آمدن بهار رو ارج می گذارند و حیوانی رو هم نمی کشند، کسی رو هم آزار نمی دهند، شادمان هستند که روز خوشی در دنیا روی داده، زمستان به پایان رسیده و بهار آغاز شده. در نیمکره شمالی که تا چند صد سال پیش به عنوان تنها سرزمین های باشنده انسان ها شناخته می شد، نیمکره جنوبی تا 500 سال پیش شناخته شده نبود.
بخش بزرگی از اون تا 500 سال 600 سال پیش اصلا شناخته شده نبود. مردمان بومی در اونها زندگی میکردند، در آمریکای جنوبی امروز و در استرالیا، تنها بخشی از نیمکره جنوبی که به گونه شناخته شده بود و پایه پیدایش انسان بود آفریقا بود، که اون رو هم در این دنیای نو چندان بهایی بهش نمیدادند. اینها بحثایی است که به گفتگوی امروز ما پیوندی نداره، ولی بیشتر باشندگان کره خاکی در تا نزدیک به 600-700 سال پیش آنگونه که برآورد شده بود در نیم کره شمالی زندگی میکردند و نوروز هم در نیم کره شمالی آغاز بهار بود و اینک در نیم کره جنوبی آغاز پاییز، ولی به هر روی یک دگرگونی است در زندگی انسان. این دارای عقلانیت نیست، خردی در اون وجود ندارد، ولی روزی که پس از گشتن به دنبال خانه کعبه که خانه بت‌ها بوده در دوران پیش از اسلام و این گشتن پیرامون این خانه رو اسلام از غیر مسلمانان پیش از اسلام یاد گرفته، کشتن حیوانات رو از عرب‌های پیش از اسلام یاد گرفته، کسانی که می آمدن از قبایل مختلف گرد می آمدن در دهمین روز ذی‌الحجه در هر سال پیش از اسلام گرد هم می آمدند و قربانی می کردند، حالا گوسفند شده در اون موقع شتر و حیوانهای دیگری رو هم می کشتند، این از پیش از اسلام به اسلام در آمده. عید قربان عیدی بوده، عیدی بوده، تاریخی بوده پیش از اسلام. کجای این دارای درجه عقلانیت است که ما در یک روزی به شکرانه این که دور خانه کعبه گشته ایم یا به دلایل دیگری هزاران و میلیون ها گوسفند رو بکشیم و به این بگوییم یک روز عقلانی در برابر نوروزی که روز خوشی است، روز شادمانی است، روز جشن و سرور است، روز نو شدن رخت خانه است، روز نو شدن زندگی است، و بگوییم که نه، کشتن میلیون ها گوسفند زبان بسته بدون دلیل در صحرای سوزان عربستان دارای درجه عقلانی بیشتری از نوروز است. این هم تاریخ عید قربان است، عید گوسفند کشان که سنت عرب پیش از اسلام بوده و این سنت وارد اسلام شده، پذیرفتن این سنت رو. در مورد عید فطر، عید دیگری، عید چهارمی که ایشان اشاره می کند، من شما رو رجوع می دهم به سوره بقره آیه 183. می گوید روزه بگیرید همان گونه که پیشینیان روزه می گرفتند. روزه گرفتن ویژه آیین اسلام نیست، در آیین‌های دیگر هم وجود داشته و این هم از آیین‌های دیگر، از سنت‌های دیگر به اسلام اندر آمده، ایرادی هم ندارد. اما اینکه شما بیایید و بگویید که این عقلانیت بیشتری در اون هست که مردم یک ماه غذا نخورند و در صدای عید فطر باشند، از تقویمی که بر پایه دانش ساخته شده و به دهم ثانیه تعیین می کند که چه زمانی تحویل سال نو روی می دهد، برجسته تر است. جدن از دیدگاه شما آخوندها عید فطر زمانی روی می‌دهد که دو نفر حلال ماه رو دیده باشند، دریافته باشند که این ماه به پایان رسیده، ماه تازه آغاز شده. آخوند محترم، شما به من می‌گویید که
در سرزمین های دیگر که سرما هست یا گرما هست مردم این نوروز رو نمی توانند جشن بگیرند. من از شما می پرسم در بیشتر سرزمین های اروپایی که ممکن است در این روز ابری باشد، این ماه رو شما چگونه می بینید که بفهمید عید فطر فرا رسیده؟ چگونه این رو در می آبید؟ چون بر پایه دانشی که شما به مردم می دهید یا بر پایه آنچه که باور دارید، دانش مبنای این نیست که چه زمانی ماه رمضان به پایان رسیده و مردم می توانند عید فطر رو جشن بگیرند. باید آخوندها ماه رو، یک بخش کوچکی از ماه نو رو در آسمان دیده باشند. خب در صحرای عربستان یا در عراق شاید این شدنی بوده چون بیشتر روزهای سال ابری نبوده، ولی در دنیای جدید به راستی شمایی که میگویید من علفخوار نیستم و من عید عقلانی رو بر نوروز برتر میدانم، جدا بر این باور هستید که در دنیای نو برای شکستن ماه رمضان و روزه اول باید ماه رو دید یا یک هلالی رو از ماه در آسمان دید؟ اونجایی که برف و باران هست که اشاره کردید خود شما، اونجایی که زمستان هست یا اونجایی که ابری هست آسمان، اونجا شما چگونه میخواهید این ماه رو ببینید که بگویید که ماه رمضان به پایان رسیده و عید فطر آغاز شده؟ این پرت و پلاهایی که به مردم ایران میگوید و میدهید بر پایه کدام دانش بنا شده که ما نوروزی که پایه دانشی دارد، پایه استواری در دانش دارد، این رو کنار بنهیم و این چهار ایدی رو از شما بپذیریم که یکی از اونها گویا بناست که در اون محمد ابن عبدالله علی ابن ابی طالب رو به جانشینی خودش برگزیده باشد که بیشتر مسلمانان به اون باور ندارند. دیگری مبعثی که درباره تاریخ اون میان مسلمان ها اختلاف اساسی وجود دارد. عید قربانی است که از آیین پیش از اسلام به اسلام آمده و در اون کشتن حیوان بخش بزرگی از جشن و عید است، و عید فطری است که شما باید نشانه اون رو در آسمان ببینید. اینها عقلانی است و نوروز ما غیر عقلانی. نوروزی که پایه تاریخی دارد، روز آغاز بهار در نیمکره شمالی است، عقلانی نیست. و این چهار عیدی که شما از اون یاد کردید، اینها عقلانی است. چهار عیدی که هیچ خرد و عقلانیت و دانشی در اونها نیست. حتی درباره تاریخ اون هم ما نمیتوانیم داوری کنیم. ما از کجا میدانیم که عید قدیر خمی بوده؟ از کجا میدانیم که چنین رویدادی بودی که بیشتر فقیهان مسلمان اهل سنت اون رو دروغ میدانند؟ از کجا میدانیم در چه روزی پیامبر اسلام در غاری، در کوهی، در پیرامون مکه با جبرئیل سخن گفته یا جبرئیل با او سخن گفته؟ از کجا میدانیم؟ کدام عقلانیتی، کدام سندی، کدام نوشتاری، کدام گزارشی از تاریخ به جای مانده جز آنچه که 170 160 سال پس از این رویداد که خود اون 13 سال پیش از هجرت است به وقوع پیوسته؟ این عقلانی است. کشتن این حیوانات عقلانی است. عید فطری که باید نشانی از ماه در آسمان ببینید، ماه نو، عقلانی است. نوروز ما عقلانی نیست. به بخش دیگری از سخنان این مرد نادان گوش فرا بدهیم و ببینید که چه میگوید.
افرادی که در نیمکره شمالی یا در نیمکره جنوبی قرار دارند. فرض بکنید که در افریقا، بلکه در جنوب افریقا، همون بقایی که نزدیک به دریای اتلانتیک جنوبی هست، اطلس جنوبی هست، اونها در تابستان که اینجا آفتاب چیده است، ما در اونجا می دیدیم بارانهای اینقدری می آمد، وسط تابستان باران می آمد و سرمای اونها همون اصطلاح همون تابستان این هاست. خب این فرق میکنه، این مسائل فرق میکنه. دین اسلام یک دین عام است. اینها نمیفهمند که اسلام فقط مال ایران نیست، اسلام یک دینی است که افریقا را در بر دارد، امریکا را در بر دارد. مگه امریکا نوروزش مثل نوروز ماست؟ استرالیا را در بر دارد، در همین مناطق دور، مناطق مغرب یا اروپا، یا فرض بکنید که بله. خب اسلام آمریکا رو در بر دارد، مگر نوروز آمریکا مانند نوروز ایران است؟ جناب شیخ، موضوع نوروز نیست، موضوع این روز گذشت از زمستان به بهار است که در نیم کره شمالی از آمریکا گرفته تا فرانسه، تا ایران، تا سوئد در همان زمان انجام می شود. این که می گویید مگر آمریکا نوروزش مثل نوروز ایران است؟ مگر عید قربان دارن در آمریکا؟ جناب شیخ، شما اگر در ایالات متحده آمریکا یا بیشتر کشورهای پیشرفته جهان یک گوسفند زبان بسته رو بگیرید و ببرید و کنار خیابان بخواید سر ببرید، شما رو میبرن زندان. شما رو به عنوان یک کار خلاف قانون میگیرند. کشتن حیوان برای خوردن گوشت اونها باید از راه‌های درست دانشی باشد، در سلاخانه باشد. ولی در این آیین شما کنار خیابان، من به یاد دارم در کودکی و هم امروز هم در گوش و کنار جهان، در همین ایران خود ما، حیوان میکشند و این رو یک پدیده اسلامی میخوانند. مردم گرد هم میآیند، بیرون ریختن خون رو از گردن یک گوسفند زبان بسته‌ای نگاه میکنند و گسترش احتمالی ویروس رو شاهد می شوند. چگونه این ویروس کرونا در جهان گسترش پیدا کرد؟ نه از راه اسلام، ولی از راه همین نوع رفتارها در این بازارهای چین، آنگونه که تا امروز ما می دانیم. حالا ما به این نگاه کنیم، نوروزی که مردم گرده هم می نشینند کنار هفت‌سین، شاد باش می گویند، ایدی به هم میدهند، روبوسی میکنند. اینها عقلانی نیست، اینها واپس مانده است، اینها مال زرتشتیان است. ایدی که چاقو، قصاب یا آدمی که استخدام کردید چاقو به گردن یک گوسفند زبان بسته میگذارد و گردن او رو میبرد در برابر چشم کودکان، خود من از خردسالی شاهد او بودم. این روز بسیار نیکیست، همه جهان باید این رو بپذیرند، چون اسلام دین جهانیست. شما می توانید به این اندیشه ها باور داشته باشید، ولی شما حق ندارید با یک فرهنگ استوارتری، با یک فرهنگ ماندگارتری، با یک فرهنگ ژرفتری از آنچه که شما به ارمغان آوردید در بیفتید و اون رو واپس مانده بدانید، و آن هم فرهنگ ایرانی است. ما نخست ایرانی هستیم و به این تاریخ و فرهنگ خودمون ارج می دهیم و بسیاری از چیزهایی که از این تاریخ و فرهنگ به ما رسیده ارزشمند است. چیزهای بدی هم به ما رسیده، اونها رو باید کنار بنهیم. ولی نوروز یکی از فرخنده ترین ارزش هایی است که از تاریخ به ما رسیده. روزی است که همه مردمانی که با فرهنگ ایران آشنا شدند
و حتی امروز بیرون از این فرهنگ ایران هستند. همه به زبان فارسی سخن نمیگویند، از زبانهای گوناگون هستند. این روز رو برجسته میدارند، از ترکیه، از بالکان تا میانه چین. نوروز روزی است جهانی. چهره من منجمد شده، شاید برنامه قطع شده باشه، امیدوارم که چنین نباشد. تا بله دوباره درست شد، سپاسگزارم. البته برخی از این پیش جریان هایی که پیش می آید یک سوی است، یعنی من تذکر می دم چون شاید پیش آمده باشه، ولی به هر روی بازگردم به رشته گذشته سخن، پاسخ به یاوه های این می بخشید مرد ابله آخوند که به خود اجازه می دهد به نام دین با این فرهنگ کهن اسلام ایرانی در بیفتد و بگوید من علفخوار نیستم. ای کاش علفخوار بودید و آزاری به مردم نمی رسندید. نوروز بخش بزرگی از فرهنگ تاریخی ماست. روز نو شدن است، روز تازگی است، روز گذشتن از گذشته به امروز است، نگاه به آینده است، روز خانه تکانی است، روزی است که ما با یکدیگر پیمان می‌بندیم که مهربان باشیم، یکدیگر رو دوست داشته باشیم، هم پیمان باشیم، به آینده نگاه کنیم، امیدوار باشیم، شاد باش به یکدیگر می‌گوییم، سر گوسفندی رو هم نمی‌بریم، می‌نشینیم، سال رو تحویل می‌کنیم، عیدی به یکدیگر می‌دهیم، روبوسی می‌کنیم و شام میخوریم، نهار میخوریم، پیش یک دیگر هستیم. افسوس که امروز، شوربختا که امروز ما با این گرفتاری هولناک این بیماری در ایران روبرو هستیم و شوربختا که 40 و اندی سال است با این بختک حکومت ولایتی فقاهتی روبرو هستیم که این آدمی که اون رو دیدید نمونه برجسته ای از اون نگاه فرومایه به فرهنگ و تاریخ و زندگی ماست. سال نو بر همه شما فرخنده باد.